سلام علیکم بیننده های عزیز، همیهنان گرامی در هر جای ایران عزیزمون هستید، هر جای دنیا که هستید. الان میدونم که خیلی ها هستن که به جز ایرانی برنامه ما رو نگاه میکنن و الحمدلله خیلی فیدبک ها، خیلی پاسخ های خیلی خوبی بوده، واکنش های خوبی بوده و خوشحالم که برنامه موفقیه و مفیده برای هموطنان عزیز فارسی زبون هر جای دنیا که هستید. البته اینو اخیراً یک پنلی هم در امریکن آکادمی پیدیاتریکس هستش که در مورد به اصطلاح فعالیت های جورنالیستی که دکترا میکنن در همه جای دنیا و اینو من عرضه کردم و مورد تشویق و تایید قرار گرفته. خواستم فقط بیوان این نکته بگم خدمتتون که این کاری که ما با هم میکنیم داره نتیجه میده. از بین سال زیادی که اومده دوتاش رو انتخاب کردم طبق معمول. سال اول و آقای دکتر اردشیر ب از مشهد نوشتن که هرچند من خودم پزشکم و معتقدم که بشر میبایستی به طور طبیعی با عفونت‌ها در تماس بشه تا ایمنی پیدا کنه و واکسن‌ها ایمنی کافی ممکنه که ندن و احتمال بروز عوارض هم کم و بیش با اونها وجود داره. نظر شما چیه؟ خب آقای دکتر اردشیر، پزشک همکار عزیزمون، خیلی ممنون از سوالتون. ظاهرا ممکنه یه ده بگن که چطور پزشک همچین سوالی میکنه، چرا منفی برخورد میکنه، سوال در واقع یک قضاوت منفی در مورد واکسیناسیون میکنه، ولی من با شما کاملا موافقم که هر موضوعی که حتی ممکنه که ظاهرا خیلی قبول شده 100% مورد تایید همه باشه، اگر سوالی هست حتی یک قسمت های کوچیکی از جامعه باید مطرح کنن، چون اون مقوله رو خیلی قوی تر میکنه. در نهایت در مورد واکسیناسیون هم همینجوره، منم با شما کاملا موافقم که واکسیناسیون البته عوارض خفیف یا در بعضی مواقع عوارض شدید و حتی کشنده ممکنه به ندرت داشته باشه، ولی من یه مثالی میزنم در مورد بیماری سرخک. بیماری سرخک تا قبل از اواسط قرن 20 که واکسیناسیون همگانی در آمریکا و کشورهای صنعتی شروع شد، هر سال حداقل 1 میلیون نفر رو میکشتش. الان واکسن سرخک یا به صورت MMR یا به صورت سرخک جداگانه در اکثر جاهای دنیا زده میشه، به جز جاهای خیلی دوردست و کشورهای فقیر، و فقط 15,000 نفر کشته میشن. به خاطر بیماری سرخک خیلی ها به علت عفونت های ثانوی میگیم، مثلا سینه پهلو یا منینجایتیس، یعنی که یه جور عفونت دیررس مغزی به اصطلاح سابکیوت اسکلروزیزیشن سیندروم، اینا ممکنه دچار عقب‌موندگی ذهنی، کوری، کری بشن آن تاپ آف دت عفونت ها و اینا، و بنابراین به جز مرگ و میر که مرگ و میر قابل توجهی هر روز هم داره در جاهایی که واکسیناسیون همگانی انجام میشه، در واقع عوارض زیادی داره که یه بوردن، یه فشار اقتصادی و روانی و روحی برای هم خانواده هم برای کل جامعه. مثال دیگه هم مثل سیاسوفه و غیر و ذالک هستش. بنابراین این میارزه نسبت به اون عوارض ماینری که یک در چند صد، چند دو سه چهار درصد بیشتر نیست، عوارض میجر، مسائل مثلا مغزی و شدید یا حتی مرگومیر که یک در چند صد هزار تا بیشتر از اون نیست احتمالش. باز اگر نظری دارید آقای دکتر اردشیر و همکار عزیز، لطف بفرمایید ایمیل بکنید، میتونیم بحث بکنیم با ایمیل یا با تلفن، یا یعنی توی برنامه فیدبک داشته باشیم از همدیگه و صحبت رو پیش ببریم. سوال بعدی رو خانم ویدا میم از رشت نوشتن که در قرعه کشی کارت سبز برنده شدم و شنیدم که باید معاینه پزشکی بکنم، ولی من هم فشار خونم بالاست، هم
چربی دارم و هم مرض قند دارم و میترسم که این بیماری ها در گرفتن کارت سبزم تأثیر داشته باشه و اونو به مخاطره بندازه. البته خانم ویدا میم بگم خدمتتون که البته برنامه اپیزود اول همین نگاهی برتر رو اگه گوش بدید ما در اون به طور مفصل‌تر صحبت کردیم، ولی اینجا به طور خلاصه و مفید بخوام بگم خدمتتون که اساساً بیماری های گروه A و B بهش میگن، دسته اول دسته دوم، بیماری عفونی یا غیر عفونی که یا مصری باشه یا اینکه مصری نباشه برای کل جامعه خطر داشته باشه، مثلا بیماری سل یا اینکه بیماری های روانی شدید. اینا جزء بیماری هستش که از نقطه نظر دولت آمریکا ممکنه که کسی که وارد این مملکت میشه و مقیم میشه، اقامت میگیره، کارت سبز میگیره و اقامت میگیره، تو کامیونیتیش، تو محیط زندگیش صدمه بزنه به دیگران، دیگران ازش سل بگیرن، یا اینکه مثلا رفتارهای تهاجمی داشته باشه، بیماری روانی شدید غیر قابل کنترل داشته باشه و اونا در واقع به یه شکلی شاید مجاز نباشند. اکثرا البته بازم اینقدر این الحمدلله این مملکت باز سیستم و اینقدر فلکسیبل، قابلیت در واقع اجاز کردن داره، آغوش باز خیلی رو همیشه قبول کرده و داره میکنه و یکی از زیبایی های این مملکتی که علیرغم مسائل دیگه‌ای که ما از قدیم بچگی داشتیم در ایران و مسئله ایران و رابطه ایران و آمریکا، ولی اساساً این مملکت با آغوش باز همه رو میپذیره. همیشه اهل شیکاگو میگن که the city with wide shoulder، که با شونه باز همه رو قبول میکنه. حتی کسایی هستن که سل هم دارن، ما میان پیش ما به خاطر کارت سبز، مثلا تست سل میکنیم 25-30 میلیمتر انیوریشن سفتی داره و عکس هم میگیریم، حتی سایه های غیر عادی و مشکوک هم تو عکس ریه‌شونه میفرسیم به کلینیک سل، اونجا بهشون درمان میدن حتی مجانی و مطمئن شدن که دیگه کاملا پاک شدن و درمان شدن و مصری نیستن، بازم گرین کارتشون پروسه میشه و کارت سبزشون رو میگیرن. همینجور در اونایی که مسائل کریمینال و خیلی آدمای بدی نباشن، معمولا اونا مشکلی اکثر مردم ندارن و به کمک درمان و حالا البته فشار خون و مرض قند و دیابت و چربی که شما دارید، اینا هم کاملا قابل درمان و قابل کنترله و اونا هیچ مشکلی به هیچ عنوان کارت سبزتون درست نمی‌کنه. من اینو فقط خواستم بگم خدمتتون. حالا بحثی که امروز می‌خوایم بکنیم یه کمی اولش از نظر یه کسی که در دانشگاه رفته، لیسانس یا دکترای فلسفه گرفته، یه بحث فلسفی خیلی آبکی و شاید نیمه آبکیه، ولی از نقطه نظر شخصی مثل من، یه آدم متوسط، یا اکثر شماها که مثل من آدمای متوسطی که در جامعه زندگی میکنیم و میخوایم به طور معقولی منطق تو کارامون داشته باشیم، شاید خیلی هم آبکی نباشه. من اینجوری میخوام باز بکنم. جوونا به خصوص مردا، پسرا، تا وقتی که جوونن و انرژی دارن و هیچ ابلیگیشن و به اصطلاح مسئولیت های فردی و خانوادگی و اینا که ندارن، معمولا نه تنها پر از انرژی هستن بلکه خیلی هم انسان دوستن، خیلی هم به فکر دیگران هستن، خیلی فداکارن، به فکر فردا نیستن، بنابراین انرژیشون رو به طور بی‌شائبه در اختیار دیگران قرار میدن، کمک میکنن به کسایی که نیاز دارن. اگر عقیده خاصی هم داشته باشن خیلی انقلابیان یا مذهبیان یا چیزهای شبیه این. هرچی که سن میره بالاتر در مردان، یواش یواش سنهای متوسط میان سال به بالا، به تدریج به قولی محافظه کار میشن یا به قولی عاقل میشن و یواش یواش اون مسئولیت های فردی و خانوادگی جلوگیری میکنه از اینکه
و این که میدونن که عمرم محدوده، بنابراین انرژیشون و ریسورس‌هاشون و منابع اونا هم از نظر اقتصادی و وقتی و همه چیز محدوده، بنابراین فقط تمام به قول معروف خیرشو میرسه فقط به یه چند نفری که دور و بر اونا، نه اینکه کل جامعه. و اون شور انقلابیشون به تدریج از بین میره، میشن آدمای محافظه‌کار، در بعضی مواقع متأسفانه حتی میشن آدمای ضد انقلابی. حالا اینا که من اصلا وارد سیاست نمیخوام بشم، ولی اینو میخوام اینجوری بگم که اینو اینجا داشته باشیم. از طرف دیگه شما حساب بکنید که تنازع بقا و بقای بشریت مربوط به چیه. بقای بشریت مربوط به تولید مثله، یعنی اینکه یه نسل دیگه ای به وجود بیاد. برای که نسل دیگه ای به وجود بیاد آموزش جنسی باید باشه. برای آموزش جنسی باید تخمکی باشه در به اصطلاح جنس مؤنث، از جنس مذکر و مردم باید سلولای مردانه اسپرماتوزویدا باشه. اسپرماتوزویدا که در سلولای بیضه ساخته میشن، اینا میبایستی که در محیط بسیار معین و زنده و پر از انرژی باشن که بتونن زنده بمونن، اون مرحله رو طی بکنن تا برسن به تخمک و یکی از اون اسپرماتوزویدا تخمک رو بارور بکنه و تخمک تکثیر بشه، تبدیل به جنین بشه و بشر تنازع بقاش ادامه پیدا بکنه. برای این اسپرماتوزویدا از بیضه ساخته میشه. اون مایعی که این اسپرماتوزویدا در اون شناور میشن از یک غده‌ای ساخته میشه به نام پروستات. پروستات کلاً 20 گرم بیشتر وزن نداره، به طور متوسط 3 تا 4 سانتی متر هم طول و عرضش بیشتر نیستش. در لگن قرار گرفته، دور مجرای ادرار، جلوی مقعد، رکتوم. حالا بنابراین اون قسمت اول اون بحث فلسفی نیم آبکیمون رو وصل بکنیم به قسمت دوم بحث پزشکی یا نیم آبکی. دو تا نیم آبکی میشه تموم آبکی میشه، یه بحثه که یه کمی فلسفی، یه کمی مقدار زیادی هم علمیه و هیچ کدوم اینایی که من گفتم غیر دقیق نیست، البته سعی کنم به زبون ساده بگم. و اون هم اینه که بنابراین این نتیجه رو میتونیم بگیریم که تمام بقای تمدن بشر میتونیم بگیم که مربوط به یک قده 20 گرمی 3 سانتی به نام پروستات. حالا اگر این پروستات یه بلای سرش بیاد، بیماری بگیره، فقط در یک نفره، اون یک نفر هم معمولا این بیماری رو وقتی میگیری که سن تولید مثلش تموم شده، بنابراین مشکلی برای تمدن بشر به وجود نمیاد. میخوایم در مورد بیماری های به طور مشخص عمدتا در مورد سرطان پروستات امروز صحبت بکنیم. خب خدمت شما عرض کنم که گفتیم که یک قده 20 گرمی 2-3 سانتیمتر 3 سانتیمتری حدودن اگر دچار التهاب یا عفونت بشه به هر دلیل بزرگ میشه. هرچی که به طور مکرر به طور تکرار دچار التهاب و عفونت بشه که ما بهش میگیم پروستاتیتیس یا التهاب پروستات، احتمال داره که بدخیم بشه. مثلا عفونت هایی مثل بیماری آمیزشی مثل سوزاک، سیفلیس، کلامیدیا، بعضی به طور مشخص یک ویروسی به نام XMRL که پروستاتیتیس میده. خدمت شما عرض کنم که کسایی که آمیزش جنسی مکرر دارن، مثلا به طور معمول هفته یکی دو بار باید باشه، اینا روزی یک بار، روزی دو باره، یه روز در میونه، به خصوص اگر آمیزش جنسی رو خیلی زود شروع بکنن این مردا، یا اینکه به خصوص پارتنرها، یعنی زنایی که باهاشون آمیزش جنسی میکنن یکی نباشه، مکرر باشه، در بعضی جوامع این اتفاق میفته، در بعضی جوامع خیلی بیشتر. بنابراین عفونت ها، التهاب ها، آمیزش جنسی مکرر، اینی که اگه چاق باشن، به خصوص کلسترول و چربیشون هم بالا بشه،
فشار خون هم داشته باشن، دیابت هم داشته باشن، به خصوص ژن خاصی تو بدنشون باشه، مثلا SNP سینگل نوکلئوتید پلی مورفیسم. SNP یک دسته گروه های ژنی هستش که بعضی مردا این ژنا رو دارن تو بدنشون، اگه جین دیتکشن بکنن اینو میتونن تعیین بکنن و اینا خیلی بیشتر احتمال سرطان پروستات دارن، یا اونایی که ژن به اصطلاح آندروژن ریسپتور جینز دارن یا پروستیت جینز دارن، یا اینکه حتی کسایی که تو فامیلشون ژنای BRCA1 و BRCA2 هستش که این BRCA1 و BRCA2 ژنایی هستش که مسئول سرطان پستانه، که اینا معمولا فیمیلا یا اون خواهرها و عمه و کسایی که تو فامیلشون این ژنو دارن، ممکنه که خود این مردان در خانواده‌شون که باشه احتمال سرطان پروستاتشون دو برابر میشه حداقل. بنابراین اینا رو ما صحبت کردیم که چه موقع‌های ممکنه که سرطان پروستات وقوعش بیشتر بشه. میخوام که یک قسمتی از کتاب قصه های پزشکی رو بخونم براتون که همین 3 سال پیش در ایران منتشر شده، انتشارات ارجمند داره، اگه دوست داشتید بخرید. صفحه 114 به نام بیماری های پروستات میگه که اوایل دهه 50 و ایران چماق ایالات متحده و ژاندار به منطقه است. نشانه های اون رو در ایستگاه های عجیب غریب استراق سم در بهشهر و سبلان و هواپیماهای قورپیکر ملخدار ردیاب نیرودریایی در بندر عباس، قرنش فانتوم ها در پایگاه های هوایی مختلف، تلویزیون مستشاران آمریکایی در تهران و رفت آمد زنان آمریکایی رو در فروشگاه های اختصاصی شمال شهر و سواحل خصوصی خزر و کیش میبینیم. دانشجویان گل سرسبد سیستمند و به جز حق چلو کباب و پونززاری، حق شکستن شیشه های کافتریا رو در تکرار هر 16 آذر هر سال دارند. خبرچین های امور دانشجویی و ساواکی ها ادکی اطلاعات با مکالمات رکیک و داشمشتی، با پاک کردن شعارهای مرگ بر شاه در پشت در توالت ها و نفوذ در استالینیست های اتاق کوه و نشریه روشنفکر زاد در همه جا سعی می کنند که حضور داشته باشند. بادهای چگوارا و ویتنام و کوبا و چین همراه نسیم سازشکارانی توده‌ای ها و اتحاد شوروی در هم میپیچند و گاهی در میانشان درگیری با گارد دانشگاه در کتابخانه و کریدورها و ریختن توی خیابان‌های بیرون دانشگاه در اعتصاب اتوبوسرانی و حمله به ماشین نیکسون در امیرآباد جزء بقای روزمره اونجاها میشه. و در این میان چیزی که اهمیت نداره کلاس درس و آموزش و وقت و انرژی و نیروهایی که هدر میشن، و او هم مثل او مثل مرغ افسانه‌ای با صورت مهتابی و لبان قیتانی و ابروهای دختر ناصرالدین شاهی و موهای بلند مشکی مثل شبق در میان تمام این هیاهوها در عالم 20 سالگی ما سالان سالانه میخرامد و پیام‌ها رو از طریق پسر بچه‌ای که فال حافظ می‌فروشد می‌گیرد و از فاصله دور قالب روسا چند دقیقه ظاهر می‌شود و شاید هم چند کلمه شیرین و آسمانی رو می‌گوید و انگار دوباره در ابرها گم می‌شود و نه با یک ماسک زن بندری و نه با یک کلمه حرف حساب نشده و از ته دل هیچگاه زمینی و دست یافتنی نمی‌شود. هیچگاه زمینی و دست یافتنی نمی‌شود. حالا 3 سال دانشکده تمام میشه و باید در بخش‌های مختلف بیمارستان بچرخیم، روتیشن داشته باشیم. یکی از اولین چرخش‌های بالینی ما در مرکز طبی کودکان بود که گل سرسبد اطفال ایران بود با مدل چیلدرن هاسپیتال آمریکا و قالب استادان جوان که با بورد آمریکا در رشته‌های مختلف تمام فوق تخصصهای اطفال را دایر کرده بودند و هر روز صبح در گزارش صبحگاهی مثل سربازخانه از استادان در صف اول و پشت سرشان رزیدنت های سال 3 و 2 و 1 و بعدش هم دانشجویان پزشکی سالن کنفرانس 100 نفری را پر می‌کردند. و دکتر محمد غریب بود که با جای مهر روی پیشانی و نشست آرام و دوستانه و استادانه از ریز و درشت جوجه دکترها می‌پرسید که آنها می‌خوان برای مریضشان که فرض کنیم پسر کل خدای دلشون چجوری بهترین کار رو انجام بدن. و هی هارد که مثل بقیه چیزهای زندگی ماها فکر میکنیم که این آموزش‌های استثنایی انگار تا ابد ادامه خواهد یافت. قرار نیست هیچ تغییری در هیچ چی و هیچ کسی پیدا بشود. مدت چندانی نگذشت که خبر آوردن که برای استاد غریب تشخیص سرطان پیشرفته پروستات دادن. هرچند که یکی از بنیانگذاران اصلی طب مدرن اطفال از میانمون رفت، ولی استخوان‌بندی برجا گذاشته همچنان با پا و جا موند و چیزی که به نام بیمارستان اهری دکتر اهری
مرکز طبی کودکان یکی از بهترین مراکز اطفال خاورمیانه در اونجا هستش. خب حالا شیوع سرطان پروستات چقدره؟ خیلی جالبه که بدونید. البته تشخیص یک موضوع، منتها خیلی از مردایی که فوت میکنن به دلایل دیگه، اساسا نه به دلیل سرطان پروستات، عمر طبیعی یا نزدیک به طبیعی دارن. کاربوشگافی هایی که کردن، اتوپسی هایی که کردن، در مردان 50 ساله که مردن به دلایل دیگه 50% سرطان پروستات آردی دارن. مردایی که 80 سالشونه به علتهای دیگه فوت کردن، این البته در حداقل 8 تا کشورهای مختلف دنیا هر کدومش ریسرچ های چند هزار نفری بوده، دیدن که در 80 سالگی بین 70-80% مردا سرطان پروستات دارن، ولی سرطان پروستاتشون هیچ علامتی نداره. به طور متوسط در آمریکا هر سال 300 هزار مورد سرطان پروستات تشخیص داده میشه و 30 هزار تاشون میمیرن به علت سرطان پروستات. در دنیا نزدیک 1,800,000 تا تشخیص داده میشه و 500,000 تاشون میبینن، که البته درصد مردن در اونجا بیشتر هست به دلیل امکانات درمانی که در این کشور در آمریکا بیشتره. علائمش بنابراین علامت زیادی نمیده، علامتی نداره. خیلی سرطان پروستات دارن، هیچ علامتی هم ندارن. قرار هم نیستش که دلواپس باشن که چرا ندارن و یا اساسا ممکنه داشته باشن، دنبالش هم نمیرن. ولی اگر یه سری علائم ممکنه پیدا بشه، مثلا درد موقع ادرار کردن، چکه چکه اومدن، ادرار بند اومدن، خون در ادرار، هماچوریا زیاد برن بیرون موقع شبناک، چوریا موقع ادرار کردن، درد و سوزش داشته باشن، دیزوریا، مرتب هی هر چند دقیقه یه بار، نیم ساعت یه ساعت یک بار، چه روز چه شب برن بیرون ادرار میکنن، فریکوئنسی داشته باشن. یا اینکه خدمت شما عرض کنم که ممکنه که آردی متاستاز داشته باشه، دست اندازی کرده باشه تو جاهای دیگه، به استخونه ها، مثلا بیشتر به رون و لگن و اینا، دردهای قسمت پروکسیمال جلوی ران، بالای ران میدن، دردهای لگن میدن، دردهای مهره ها میدن. ممکنه که به مهره ها دست اندازی کرده باشه، به ستون در واقع اون کورد، سپاینال کورد فشار بیاره، به ستون نخایی فشار بیاره، در اینجا فرج یا حداقل ضعف دوتا پا میده، یا اینکه بی اختیاری ادرار میده و بی اختیاری مدفوع میده، یه دفعه پیدا میشه از آل آف دستاد ندیجه سردر میاره. خیلی وقتا اینا دچار اشکالات جنسی میشن. اشکالات جنسی اینجوریه که هیچ علامت ادراری ممکن نداشته باشن، ولی اشکالات ایرکشن، موقع نووز اشکال دارن، ممکنه نووز خیلی سخت صورت میگیره، وقتی هم که صورت بگیره نمیتونه مینتن میکنه، صفر نگه دارن، و موقع آمیزش جنسی دچار اشکال و یا شرمندگی میشن، هرچی که اسمشو بخوای بذاریم. بعضی وقتا مسئله ایرکشن و نووزشون خوبه، مسئله ایجاکولیشنه، یعنی ایرکشن انجام میشه ولی ایجاکولیشن که اون آب معنی در واقع میادش، اون خیلی سریع میادش. در اینجا یک آمیزش جنسی کامل و به موقع با ساتیسفکشن و رضایت دو طرف انجام نمیشه. البته این اگه تکرار بشه در نهایت ممکنه مسائل مختلف زناشوی خانوادگی به وجود بیاره. و بنابراین وقتی که اون علائمو دارن، طبیعتا میرن پیش دکترشون، دکتر خانوادگی، یا اینکه اون میفرسته پیش دکتر خانوادگی، میفرسته پیش دکتر اورولوژیست، متخصص مجاری ادرار. اونا معمولا یک معاینه مقعد میکنن، تو معاینه مقعد میبینن که پروستات معمولا بزرگ شده، قبلا نبود، مثلا معاینه قبلی یه سال دو سال پیش نبوده، 6 ماه پیش نبوده، الان بزرگ شده. بعد یه تست خون میکنن، PSA پروستات آنتیژن رو چک میکنن که میبینن احتمالاً بالا رفته، خیلی هم بالا رفته به طور ناگهانی. بعدش کار دیگه ای که میکنن اینه که میان انواع اولتراساندا رو میکنن. البته ترانس
رکتال اولتراساند از طریق مقعد میرن اولتراساند میکنن، ممکنه سیستوسکوپی بکنن داخل مجرا ادرار برن داخل پروستات رو میبینن، ممکنه انواع مثلا اینتگریتد فوکوس اولتراساند هست یا اینکه داپلر کالر اولتراساند، انواع اولتراساند های خیلی سافیستیکیتد جدیدتر هستش که اینو به کار میبرن خیلی دقیقتر، حتی پت پوزیشن امیشن تست انجام میدن با گلوکوز یا غیر گلوکوز و میبینن که نقاط خیلی کوچیک سرطانی در پروستات پیدا شده. و اون موقع در واقع باید فاینالایزش بکنن، یعنی تصمیم نهایی بگیرن به اصطلاح استاندارد گلدش، یعنی اینکه 100% قطعاً سرطان پروستات رو تایید بکنن با بیوپسیه، که به هر کدوم از این روش‌ها ترانس رکتال اولتراساند یا اینکه به هر طریق دیگه میرن و معمولاً 12 نقطه پروستات رو سوزن میزنن که چون رندوملی ببینن که ممکنه یه جا سرطان باشه جاهای دیگه نباشه، ببینن بالاخره شانس این که سلول سرطانی پیدا کنن بیشتر میشه اگه حداقل 12 تا اثبات رو بایوپسی بکنن. بعد که کردن و اگر سرطان پروستات بود اون موقع بسیار کریتیکال هستش که تصمیم اون دکتری که اونجا هستش چی هستش. هیچ استاندارد آف پروسیجر، یعنی اینکه هیچ قانون دو تا چهار تایی نیست که تو کتاب نوشته باشه و پروتکلی باشه که همه دکترهای دنیا یا توی شهر این هم دیگه اون دکترهای مجاری ادرار این هم دیگه اون کار رو انجام بدن، دکتر به دکتر فرق میکنه چون مریض به مریض فرق میکنه. ولی اولین کاری که برای مریض میکنن بسیار بسیار مهمه، تأثیر میذاره روی بقیه این پروسه درمانی. حالا بیشتر وقتا معمولا هیچ کاری نمیکنن، اساسا یک کسی که سنش بالاست، حالا یک کمی هم مثلا فریکونسی داره، یعنی که مسائل ادراری یا حتی یک کمی هم مسائل آموزشی داره، سنش مثلا 70 سالشه 80 سالشه، ولی علائم عمومی نداره، بنابراین دلیلی نداره که نگران باشن و کاری بکنن. چرا؟ برای اینکه این کارهایی که میخوان قراره بکنن که حالا ما صحبتشو میکنیم توی چند دقیقه آینده، خودش عوارضی داره، کار اینویسیوه، یعنی اینکه حالتهای تهاجمی بعضی وقتا عوارض زیاد میده برای مریض و برای خانواده و اون دردسر و مشکلاتش خیلی بیشتر از خاصیتشه، بنابراین قاعدتا دلیل نمیشه که برای همیشه برای همه و برای همه جا برای همیشه همون کار انجام بشه. مریض به مریض فرق میکنه، دکتر به دکتر فرق میکنه. خب بنابراین watchful observation یعنی اینکه هر 3 ماه PSA رو آنتیجن پروستات رو چک بکنن، هر 6 ماه بیوپسی بکنن پروستات، بعضیا میگن هر 1 سال بیوپسی بکنن پروستات. اگر مریض مثلا دردای استخوانی شدید داره، اینکه تب میکنه، ضعف داره، خستگی داره، اشتهاش از دست داده که بنابراین متاستازهای دور دست داره، اون خب البته باید بیشتر فوکوس بکنن، بیشتر وسواس به خرج بدن که درمانهای خیلی اگریسیف تری رو انجام بدن با توجه به مشورت با مریض و دور وریاش. قاعدتا اول خب اشعه درمانی میکنن، رادیشن میکنن، اگر این اشعه درمانی اثری نکنه، یعنی مثلا میزان پی اس ای پایین نیاد یا اینکه پروستات آنتیژن پایین نیاد یا علائم ادراری یا علائم آموزشی برطرف نشه، اون موقع هستش که میان و میخوان جراحی بکنن، جراحی هم میکنن، تمام پروستات رو برمیدارن و بعدش هم ممکنه که هورمون درمانی بکنن. خدمت شما عرض کنم که یک سری به اصطلاح تارگت تراپی الان اخیرا اومده تو این چند سال اخیر. تارگت تراپی یعنی این که مثلا ماده که در واقع مکانیزمش هست، اسم مکانیزمش هست انژیوتانسین اینهیبیتور ایجنت، یعنی این که اون
عواملی که باعث ساختن عروق خونی میشه داخل پروستات اونا رو مهار میکنن که عروق خونی کم ساخته بشه و خوش بشه، در اینجا پروستات کوچیک بشه. و این یه جور تارگت تراپیه. اگر که یک تا دو سال این درمانهای معمولی رو کردم ولی بازم مریض هنوز علائمی داره، اون موقع خب دیگه مسئله یک کمی جدیدتره، مثلا جین تراپی با آدنو ویروس جین تراپی میکنن، ایمونوتراپی میکنن و اونا چیزایی هستش که تو حیطه تخصص دکترهای اورولوژی و من نمیخوام که وارد بحثش بشم. و فکر میکنم که یه نکته که باید خیلی مهمه که در مورد صحبت بکنیم مسئله گریدینگه، که ببینن که آیا پروستات سرطان پروستات داخل پروستاته یا اینکه به جاهای دیگه رفته، توی پروتکل درمانی تاثیر داره. اساسا سه تا حرف TNM تومور نود متاستاسیس، تی یعنی میزان بزرگی چقدر تومور بزرگه، N که چقدر لیمف نود داره، نودا چقدر قدرت لنفاوی گرفتار هستن در اون موضع یا جاهای دوردست، و متاستازیست که اینکه چقدر متاستاز داده توی بافتای دیگه. سرطان پروستات ممکنه که اساسا خودشش علامتی نداره ولی مریض با علائم متاستاز جاهای دیگه میاد، مثلا متاستاز میزنه به مغز، سردر میده و استفراغ، متاستاز میزنه به ریه، تنگی نفس میده، متاستاز میزنه به کبد و زردی میده و بی اشتهایی میده، علائم نارسایی کبد میده و میزنه به استخوان، درد و استخوانی شدید میده. خدمت شما عرض کنم که یه چند تا نکته مهم هستش که هم برای پیشگیری هم برای درمان. مثلا یه سری درمانهای آلفا ردوکتیز هستش که اینا جلوگیری میکنن تبدیل تستوسترون به دی پی آندروسترون دیون. اساسا تستوسترون یه هورمون مردانه است که از بیضه ها ترشح میشه، دی اپی آندروسترون دیون یه هورمونیه که متابولیت اینه، یعنی یک تو خانواده است و دقیقاً اون نیست و از تستوسترون هم قوی تره، از فوق کلیه ترشح میشه. آلفا ریدوکتاز اینهیبیتور موادی از داروهایی هستش که تبدیل تستوسترون به دی اپی آندروسترون دیون جلوگیری میکنه، در نتیجه میزان تحت تاثیر هورمون تأثیرات هورمون مردانه در بدن کم میشه، بنابراین سرطان پروستات رو میتونن یا به تعداد مقدار زیادی پیشگیری بکنن یا حتی میتونن درمان بکنن. این یه چیزیه که الان خیلی جا افتاده. بعدم یک سری در واقع کارهای خیلی ساده است، تحقیقاتی که نوتریشنیست‌ها و متخصصان تغذیه کردن، دیدن که گوشت، تخم مرغ و شیر و مشتقات شیر، تمام اینا احتمال سرطان پروستات رو زیاد میکنه. بنابراین مریض باید این چیز، اونایی که سرطان پروستات یا دارن یا اینکه تو خانوادهشون ژنای خاص سرطان پروستات یا سرطان پستان هست، اونا میبایستی که ترکیبات گوشت قرمز، تخم مرغ، شیر و مشتقات شیر رو نخورن. و مسئله ویتامین ای هستش، ویتامین ای و ویتامین دی. مصرف ویتامین دی و ایش رو باید زیاد میکنن، کمبود اگه تو بدن دارن چک میکنن، اگه کمبود دارن ویتامین دی و ای باید قرصای مکمل بخورن که در حد بالای طبیعی نگه دارن. یه سری مواد تریس ایلمنت، مواد مینرال و مواد به اصطلاح معدنی کم به اصطلاح خیلی نایاب در واقع اینجوری بگیم، یا اینکه مقدار کمی که تو بدن هست اثرات قابل توجهی داره، اینا رو میدن. مثلا یه تحقیقی بودش که تا یکی دو سال پیش میگفتن که مسئله روح خیلی مهمه، چون کسایی که سرطان پروستات میگیرن سلولای سرطانی تمام روح رو مصرف میکنه و اینا کمبود روح پیدا میکنن، بنابراین شروع کردن به دادن روح به مریضای سرطانی و دیدن که در واقع درسته که کمبود روح تو بدن اتفاق میفته ولی در واقع هیچ تأثیری تو درمان سرطان پروستات نداره تجویز روی. ولی تحقیقاتی که کردن روی سلنیوم دیدن که تأثیرات خیلی خیلی خوبی داره سلنیوم، برای سلنیوم رو میدن.
یه چیز خیلی معمولی خوب همون آب اناره. آب انار واقعا ثابت شده که هم برای پیشگیری و برای درمان نسبی و کنترل پیشرفت سرطان پروستات تاثیر داره. بنابراین تا میتونید دوستانی که سنای میانه سال و بالا هستن آب انار رو میل بکنید و همینجور سیب زمینی، موادی که توی سیب زمینی هست همینجور تاثیر داره. اصلا مهمتر اینه که ورزش‌های مرتب انجام بدید. ورزش‌های مرتب چند تا کار میکنه. اولا احتمال کنترل دیابت و فشار خون یا پیشگیری اونا رو بهتر میکنه، وزن کم میشه، احتمال چاقی و بالا رفتن کلسترول کم میشه. بنابراین مجموعه این فاکتورها باعث میشه که سرطان پروستات اگه با وجود حتی وجود ژن در فامیل در اون شخص به خصوص پروبان بهش میگیم، ایندکس بهش میگیم، اتفاق نیفته یا دیرتر بشه و یا اینکه اگر اتفاق افتاده پیشرفتش خیلی کند بشه و قابل کنترل باشه. من فکر میکنم که تمام بحثایی که راجع به سرطان پروستات بود گفتیم. اگر سوالی بود بفرمایید. امیدوارم که این قده 20 گرمی 3 سانتی که مسئول بقای بشریت و تمدن در منظوم شمسی هست هیچ موقع دچار سردرگمی و اختشاش فکری و که در واقع سرطانی نشه و به این ترتیب نسل ما و بچه ها و اجداد در واقع نسل های بعدی ما همه دست خورده باقی بمونه. حالا مسائل دیگه ای که خطراتی که این نسل های آینده ما رو تهدید میکنه اون یه بحث دیگه است که میمونه برای برنامه های دیگه. امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید. فعلا خداحافظ.